سلام، مسیر اصول یادگیری مواس امنیتی مثل اوسب چجوریه؟ من برم پیش نیاز بخونم اول بعد برم اوسب، یا اول برم اوسب بعد برم پیش نیاز، چیکار باید کنم؟ بچه امروز میخوام راجع به این باهاتون یکم صحبت کنم. بریم بچه شروع کنیم لرنینگ یادگیری. یه نقشه را من تو یوتیوب گذاشتم بچه ها، برای دوستان عزیزی که نمیدونن بعد از کجا بخونن، چی بخونن، چه جور بخونن، میتونن رجوع کنن به این، کامل توضیح دادم. و اینکه هنوز بچه‌ای که میان مشاوره پیشم ازم میپرسن که این نقشه رو کار میکنه یا نه، جوابش میشه چی؟ بله کار میکنه، میتونید ازش استفاده کنید. و امروز من نمیخوام بهتون بگم که چیا بخونید، چه جوری بخونید. امروز میخوام بگم از مبحث پیش نیازا چقدر بخونید و بعدش برید جلوتر. بچه‌ها نگاه کنید، یک خط اصولی رو اگه بخویم در نظر بگیریم، البته رو کلمه اصولی باید با هم صحبت کنیم، اینه که شما اول برید پیش نیازا رو بخونید، بعد پیش نیازا برید اوسب رو بخونید، و بعد اوسب برید شروع کنید هانت کردن. حالا اون هانت کردن میتونه چی باشه بچه‌ها؟ میتونه این باشه برید رتیمر شید، پنتستر شید، سکیوریتی ریسرچر شید، یا هر چیزی، ولی بیسش این پری یا اوسب هست. اوکی، حالا ما میایم روی این قسمت با هم تمرکز کنیم بچه‌ها. چیزی که تو ذهن ماست، یا حداقل اکثر بچه‌هایی که میان با من مشاوره میگیرن، اینه که ما پیش نیازا رو قشنگ خوب تموم کنیم و بعدش بریم شروع کنیم اوسب رو بخونیم. ولی آیا این راه اصولیه یا درسته؟ و بچه‌ها، من اینجا تجربه خودم بهتون میگم، حالا به نظر من چیزی به نام درست اینجا وجود نداره. این برمیگرده به شخصیت هر فرد که چه جوری باید بخونه. یعنی چی؟ بذارید بیشتر براتون توضیح بدم. فکر کنید یه طیف بچه‌ها، این سمت چپو میگیریم پیش نیاز، سمت راستو میگیریم مباحث اوسب. اوکی، کل این طیفو نگاه کنید. اگه شما اینجا بخواید شروع کنید، یعنی اینکه بشینید شروع کنید پیش نیازا رو دونه دونه خوندن و رفتن جلو تا اینکه کم 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 برسید به اون آخر، یا اینکه میتونید اصلا کلا پیش نیاز نخونید، یعنی بدونی که بدونید جاوا اسکریپت چیه، بدونی که بدونید مثلا SQL چیه، بدونی که بدونید شبکه چیه، یهو برید مثلا RC بزنید، شروع کنید لابراتوارهای RC رو حل کردن، یا مثلا تو CTF شرکت کردن، این دسته کارا. یا اینکه میتونید یه چیز میانه باشید، یعنی نه اینکه برید اونجا نه اینجا، یعنی یه قسمت پیش نیاز بخونید برید کار عملی انجام بدید. نکته ای که اینجا وجود داره، من میخوام بهتون بگم که کدومش خوبه و اصلا من چی رو بهتون پیشنهاد میکنم. اولا تجربه شخصیمو بگم، بعدش بریم اونجا. خب بچه‌هایی که اینجا، یعنی شروع میکنن فقط پیش نیاز خوندن، بچه‌ها این روش یه مشکلی داره، اینکه شما حوصله‌تون سر میره و ریوارد دریافت نمی‌کنید. حالا من بچه‌ای که میاد مشاوره، بعضیشون میگن من تا پیش نیازا رو خوب یاد نگیرم نمیتونم برم جلو. ولی طبق تجربه من، طبق مشاهدات من، اکثرشون نمیرسن به اون اوسب، یا اگه میرسن دیگه انرژی ندارن. یعنی اینکه شاید اینجا کمالگرایی میاد سراغشون، نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی میبرن، چون بچه‌ها مغز ما بر اساس ریوارد کار میکنه دیگه. شما ریواردی نمیگیری، هی تو پیش نیازا غلط میزنی، یه سریاش هم که اصلا کار نمیکنی بعدن یادت میره. و اینو من اصلا پیشنهاد نمیکنم که مدت زمان طولانی رو پیش نیازا بمونید. حالا روش دیگه اینه که بریم اوسب یاد بگیریم، یعنی بریم سراغ اسکیل اینجکشن. و مثلا من شروع کنم اون اسکیو انجکشن زدن، RC زدن، XSS زدن، اصلا بدونی که بدونم SQL چیه، بدونی که بدونم RCE چیه. و حالا شاید اینجا براتون، یعنی همین اول بگیم خب این که اصلا این روش درست نیست و من کامل ردش میکنم، ولی بچه ها خود من چجوری یاد گرفتم؟ اینجوری یاد گرفتم. یعنی اون زمانا خب اصلا نمی‌دونستم چجوری باید بخونیم. و یادم من موقعی که اسکیو انجکشن زدم، اولین سایتی که اسکیو انجکشن زدم، مثلا دیتا رو کشیدم بیرون، SQL رو بلد نبودم، بعد گیر کردم. یعنی سایت‌های مشابه رفتم گیر کردم، یعنی یه چنین فلوی رو طی کردم و برگشتم شروع کردم SQL خوندن. بعد دیدم من درک از وب اپلیکیشن ندارم، مثلا دارم XSS می‌زنم، اسکیو انجکشن می‌زنم، RCE می‌زنم، یا شل گرفتم روی وبسایتی، ولی نمیدونم وب اپلیکیشن چجور کار میکنه، یا حتی نمیدونم این شله چجور میاد بالا، یعنی این وب سروره چجور میفهمه که این مثلا PHPه، بعد پارسش کنه. اینجا بود که گفتم من باید آرکیتکچر بخونم، یعنی بعد رفتم آرکیتکچر خوندم، بعد گفتم وب اپلیکیشن چیه، بعد برنامه نویسی شروع کردم خوندن. میخوام بگم من اون آخریه بودم، یعنی اول پریدم توی استخ بعد کنار یاد گرفتم. حالا یه حالت هم هست که شما اول شروع کنید از اون سمت یاد بگیرید. منتها مثلا برای یه چیزی مثل شنا شاید ما بتونیم کلمه اصولی رو به کار ببریم، ولی برای یه چیزی مثلا هک یا پنتست، باگ باونتی، من نمیتونم بگم که
تجربه اینو میگه که از اون ور بیام حتما موفق میشیم. خیلی اون ذهن کنجکاو بچه‌ها ارضا نمیشه و بعد بپرن تو استخر تا یاد بگیرن. پس همه اینا رو بهتون گفتم که بریم سراغ ریکامندیشن، یعنی من بهتون چی رو توصیه میکنم. من میگم که شما بچه‌ها پیش نیازا رو نه اینکه اون ابتدا تا یه حدی بیان جلو بخونید، یعنی نمیخواید غرق شید تو پیش نیازا. وقتی اینو خوندی تا یه حدی، مثلا سطح یکی که مثلا 5 تا پیش نیاز رو خوندید که وقت زیادی نباید ازتون بگیره، مثلا میتونه توی بین 1 ماه تا 3 ماه بستگی به استعداد و وقتی که دارید، بعدش شاید هم حتی کمتر، بعدش بپرید برید تو اوسب، بپرید برید تو اوسب تجربه کنید بچه‌ها و یه سری در واقع علامت سوال قطعا براتون ایجاد میشه و اینجا رجوع کنید برگردید. یعنی نه اینکه ما بریم از اول تیپ شروع کنیم دونه دونه استپ بای استپ بریم تا آخرش، نه اینکه مثلا من یهو بپرم تو استخ. چرا اون خوب نیست؟ به خاطر اینکه خب خیلی باعث شد که من سردرگم بشم و خیلی جا شاید فشار بهم اومده، کلی وقت اضافه گذاشتم. ولی این مدلی که یکم بخونید برید اونجا تجربه کنید دوباره برگردید چاله چوله هاتونو پر کنید و من میپسندم بچه‌ها و بهتون پیشنهاد میکنم. دمتون گرم، امیدوارم که این کلیپ خوشتون اومده باشه. اگه مباحث بچه مشابهی یا چیزای غیر فنی، چیزایی که خدمتتون میگم غیر فنی هن، اگه دوست دارید برام کامنت کنید تا اگه درخواست روش زیاد بود براتون کلیپ پر کنم. ممنون، خدا نگهدار.